با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا، یک بار دیگه در خدمتتون هستم با برنامه آن سوی خبر. آنچه ایران و مغرب رو به هم پیوند میده چه بود و چه هست؟ در گذشته دو رژیم پادشاهی طبیعتاً با هم ارتباط نزدیکی داشتند. محمدرضا شاهی که به سختی نگران همتای مغربی خود بود، مولای حسن، کسی خود را ذریه فاطمه زهرا میدانست اما البته مذهب اهل سنت را داشت و شاه نگران بود که او سرانجام سلطنت خود را خواهد باخت، چون تمام روزش یا در کنار زنانش است و یا مشغول سرگرمی. حسن ماند و محمدرضا رفت و سلطنت به فرزندش رسید که اگرچه در خارج درس خوانده بود و طبیعتا نمیباید زیاد به سنت ها دل بسته باشد، اما از فردای سلطنت دنجوان بازی را کنار گذاشت، همسر گرفت و سر به زیر انداخت و در ماه رمضان هم عبا سر کرد و قرآن بر سر گرفت. روابط جمهوری اسلامی و مغرب همگاه نوساناتی داشته است. دو سه بار روابط قطع شد که آخرین بار 5 سال پیش بود. حالا اما آقا حسین امیر عبداللهیان، معاون خاورمیانه و کشورهای عربی وزارت خارجه، میگوید دو کشور توافق کردند که روابط از سر گیرند و در سفارتخانه‌های خود در پایتخت‌های یکدیگر فعالیت را آغاز کنند. جالب است، اینها همه از برکات لبخند آقای جان کری و دست دادن او با آقای محمد جواد ظریف است. ژنو 2 معجزه می کند. منتظر بقیهش هم کم کمک باید بود. آقای حسین امیر عبداللهیان که فعلا مسائل کشورهای عربی و خاورمیانه وزارت خارجه را زیر نظر گرفته، در طول ماه‌های اخیر بسیار تلاش و فعالیت کرد با روی کار آمدن آقای روحانی روابط را با کشورهای عربی بهبودی بخشد. در جاهای موفق بود و در جاهای نبود و به نظر میرسد حالا با کشور پادشاهی مغرب که پادشاهش سلطان خطاب می شود، روابط دو کشور از سر گرفته شده است. سلطان دیگری هم داریم که سلطان خانگی است، سلطان قابوس، پادشاه عمان، فردی که سلطنت خود را مدیون محمدرضا شاه بود و در دوران جمهوری اسلامی نیز روابط خود را با جمهوری اسلامی ادامه داد و هر از گاهی شاهد دیدار مقامات جمهوری اسلامی از مسقط و مقامات عمانی از تهران بودیم. سلطان قابوس هم به تهران سفر کرد، همین 2 ماه پیش بود و معلوم شد که در پس پرده واسطه تجدید گفتگو بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همون سلطان قابوس بوده است. آیا از پادشاه مغرب نیز معجزاتی چنین سر خواهد زد؟ باید منتظر بود و دید. آقای مرتضی تهرانی را میشناسید، معلم اخلاق کابینه آقای احمدی نشاط، عضو جبهه پایداری. روز چهارشنبه در مسجد اهل بیت اظهار داشت که حدود 300 شبکه ماهواره‌ای در حال کار اختصاصی بر روی مردم ایران هستند تا بتوانند نسل آینده را از راه به خدا در کنند و خدا را از متن زندگی آنها خارج سازند. این نکته رو بنده اضافه میکنم، اگر جمهوری اسلامی چند سال دیگری هم ادامه پیدا کنه اثری از خدا نخواهد بود که به قول شاملو خدای را در پستوی خانه نهان باید. آقا تهرانی تصریح میکند حفظ این نظام امروز از اصل نماز و روزه هم واجب تر است. آیا این کفر نیست؟ این رو شما جلوی یک عالم اسلامی بگید میگوید این مرد کافر شده، چون اصول دین رو نمیتوان جایگزین کرد. آقای خمینی گو این که کرد، گفت نمیخوایم حج بریم، ما میتونیم، حکومت میتونه همه اینا رو ملغا کنه. آقا تهرانی میگوید اگر میخواهیم نظام را حفظ کنیم باید حول محور ولایت جمع شویم. خب تا اینجا روشن شد، دور محور ولایت جمع نشوید این نظام تافته جدا بافته دوام نخواهد داشت. تهرانی میگوید حراست و پاسداری از این جایگاه اهمیت فراوانی دارد و ملاک اصلی همه ما باید ولایت و سخنان رهبری باشد. لابد بعد از انتشار این سخنان آقا دستور دادن به محمدی گلپایگانی که یک مرحمتی برای آقا تهرانی بفرست. روزنامه مسیح مهاجری جمهوری اسلامی نوشته است که یک ماده مخدر جدید به نام بیتی در بین دانش آموزان رواج بسیار یافته است. بیتی نام محصولی است خطرناک اما بسیار ارزان، در بسته‌های سبزرنگ به قیمت کمتر از 500 تومان حتی در برخی از سوپرمارکت‌ها نیز یافت می‌شود. بنابر گزارش این روزنامه مواد اولیه این محصول خطرناک تنباکو، آهک، خاکستر، ادویه‌های معطر، ساخارین، ماده بسیار سرطانزا عجب، و برای افزایش قدرت نشئگی و سرخوشی ترکیبات مخدر و یا توهمزایی چون تریاک و حشیش و ترکیبات شیمیایی دیگر چون آرسنیک به آن می‌زنند، منیزیم، سرب و حتی داروهای روانگردان از قبیل اکستزی. بزرگترین فاجعه این مخدر ویرانگر که در بسته‌بندی‌های بسیار شیک و با طعم انواع میوه‌ها وجود دارد، نوک پیکان شومش را به سمت کودکان و خردسالان دانش آموز نشانه رفته است و گویا قصد دارد تمام جامعه را شخم بزند. یادم از چندی قبل در یکی از نماز جمعه ها و بعدم اون دکتری که پزشک تلویزیون جمهوری اسلامی است اعلام کرد که آقا این آدامسی که میخورید از حالا این باعث میشه بچه ها در بزرگی از نیروی مردانگی بی بهره باشه. بنابراین باید گفت بسیاری از سران جمهوری اسلامی در کودکی آدامس خوردن. گفتگوی زنده تلویزیونی آقای حسن روحانی با بیش از 1 ساعت تأخیر و بدون اینکه زنده باشه از شبکه 1 سیما پخش شد. دعوا بر سر مجری بود. منابع خبری گفتن اختلاف نهاد ریاست جمهور و سازمان صدا و سیما بر سر مجریان این گفتگو باعث تأخیر شد. پیشتر ایرنا و ایسنا گزارش کرده بودند که عزتالله ضرغامی، همان حاج عزت معروف یا مهندس یا سردار، رئیس صدا و سیما مانع پخش گفتگوی زنده حسن روحانی از سوی شبکه 1 سیما شد. آقای روحانی علاقمند بود یکی از گویندگان بانوی تلویزیون از او سوال کند، اما حاج عزت رضایت نداد که نشستن نامحرم رویاروی هم صحیح نیست. گزارشی در این زمینه داریم که توجه شما رو به اون جلب. آقای روحانی قرار بود ساعت 21 چهارشنبه 16 بهمن در یک گفتگوی زنده با مردم صحبت کند که این گفتگو با بیش از 1 ساعت تأخیر انجام شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نوشته لغو پخش این برنامه در حالی رخ داد که همه عوامل این گفتگوی زنده تلویزیونی مشخص شده بودند، اما به دلایل نامعلومی ضرغامی مانع پخش این گفتگو شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز به نقل از یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری این اقدام را بی سابقه توصیف کرده بود. خبرگزاری فارس نزدیک به اطلاعات سپاه نیز علت پخش این برنامه را نامعلوم اعلام کرده بود. خبرگزاری تسنیم هم گزارش کرده که برخی چهره‌های نزدیک به دولت خواستار چینش مجری‌ها و سوالات توسط خود دولت به سیاق گفتگوی تلویزیونی پیشین رئیس جمهور بودند. این خبرگزاری نوشته مخالفت ریاست جمهوری با مجری برنامه گفتگوی تلویزیونی روحانی علت تأخیر و عدم پخش مصاحبه زنده رئیس جمهور است. ریاست جمهوری خواستار انتخاب مجری دلخواه خود بود. یک منبع آگاه هم به تسنیم گفته تیم خبری صدا و سیما با مراجعه به نهاد ریاست جمهوری مشاهده می کنند که نهاد ریاست جمهوری بدون اطلاع و هماهنگی با صدا و سیما خانم پوریامین را به عنوان مجری برنامه در نظر گرفته است. حالا اینکه آقای روحانی نژاد به عنوان مجری صدا و سیما بنا بود در این برنامه حضور یابد. به گفته این منبع اصرار نهاد ریاست جمهوری بر انتخاب مجری توسط این نهاد موجب شد که گفتگوی زنده تلویزیونی در ساعت مقرر پخش نشده و به تعویق بیفتد. صدا و سیما و نهاد ریاست جمهوری آذر ماه امسال نیز بر سر نحوه پخش گزارش زنده حسن روحانی از عملکرد 100 روزه دولت 11 با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند. پخش زنده آن گفتگو منجر به حملات گسترده‌ای علیه سازمان صدا و سیما و عزتالله ضرغامی شد که در نهایت رئیس این سازمان اعلام کرد دولت برای آن گفتگو هدفگذاری خاص کرده بود. بیشتر انتقادها از آن گفتگو معطوف به رفتار سه مجری بود که برای آن برنامه در نظر گرفته شده بود. ضرغامی نیز در دیدار با این سه مجری خطاب به آنها گفته بود انتقادهای زیادی که از جناحهای مختلف به شما وارد شد بدون اطلاع از پشت صحنه و هدفگذاری خاص برای این گفتگوست. سایت آینده آنلاین هم در آن زمان به نقل از سردبیر روزنامه جامجم نوشت نهاد ریاست جمهوری به سازمان صدا و سیما اعلام کرده بود که این برنامه یک نشست دوره همی است. سردبیر روزنامه جامجم همچنین نوشته که از نهاد ریاست جمهوری به این مجریها گفته شده بود قرار نیست مصاحبه و چالش باشد. دوره همی است برای ارائه گزارش رئیس جمهور. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا میگویند که از گفتگوهای پنهانی آقای حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با سران طالبان آگاه بودند. خب پیداست افغانستان اوریانه، همه جاشو میشه دید، بنابراین حرفی نیست. خانم ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آمریکا از روند صلح افغانستان حمایت میکند، اما گفتگوهای ناقص که صلح را در پی نداشته باشد حمایت آمریکا را به خود جلب نخواهد کرد. روابط ایالات متحده با آقای کرزای روابط پرتنشی است، چون آقای کرزای قرارداد دفاعی رو امضا نکرد. ایراد گرفت که آمریکا در انتخابات گذشته از او حمایت نمی‌کرده، بلکه علیه او هم کار می‌کرده. الان هم کرزای انتظار داشت آمریکایی از عبدالقیوم خان برادرش حمایت کنند. آمریکا چنین نخواهد کرد. تجربه عمل کردن با کرزای تجربه تلخی بود. آقای کرزای در سفر به ایران با کیسه پلاستیکی از معاون احمدی نشاط پول می‌گرفت و این هم اعتبار رئیس جمهوری افغانستان رو پایین آورد و هم آمریکا رو عصبانی کرد که هر وقت آقای کرزای نیاز به پول داشت نقداً به او تقدیم می‌شد. یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در این میان در گفتگو با خبرگزاری رویتر گفتگوهای محرمانه حکومت افغانستان با طالبان در امارات متحده عربی صورت گرفت. این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته با انتشار گزارشی نوشت که حامد کرزای بدون هماهنگی با متحدان غربی و آمریکا این مذاکرات را با طالبان انجام داده است. میشل کیلو عضو برجسته ائتلاف ملی مخالفان سوری و یکی از شریفترین روشنفکران و اندیشمندان و فعالان سیاسی اصرار داشت او با تعدادی دیگر از اعضای ائتلاف ملی مخالفان سوری معتقدند که اگر رژیم سوریه همچنان به وسیله بشکه‌های مواد منفجره به کشتار غیر نظامیان بیگناه و نابودی شهرهای سوریه ادامه دهد ممکن است مذاکره با رژیم اسد را به تعلیق درآورد. کیلو گفت اعضای ائتلاف مخالفان سوری بر این باورند که اگر رژیم اسد به این بمباران‌های وحشیانه خود در شهرها ادامه دهد و دهها هزار نفر از مردم غیر نظامی را به قتل برساند نه تنها مذاکرات با او بی‌معناست بلکه این مذاکرات به پوششی برای جنایت‌های دیکتاتور سوریه تبدیل خواهد شد. دیدبان حقوق بشر سوریه هفته گذشته در آخرین آمار خود اعلام کرد ظرف 10 روز مذاکرات ژنو 2 بیش از 1900 سوری در درگیری‌ها و بمباران‌های مناطق مسکونی کشته شدند. قابل توجه ولی امر مسلمانان جهان نایب امام زمان آیت الله خامنه‌ای. نیروهای امنیتی عراق در وضع آشفته بازار عراق، شمال و جنوب و بغداد و شرق و غرب از وقوع 10 انفجار در پایتخت خبر دادند. آیا قدرت اینقدر لذیذه که آقای مالکی دو دسته چسبیده به میز قدرت و کشورش رو داره به نابودی میده؟ اصوات العراق گزارش داده عاملان این انفجارها در 9 انفجار از خودروی بمبگذاری شده و در 1 انفجار از بمب جاسازی شده استفاده کردند. در این انفجارها 7 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. با توجه به وخامت حال برخی از مجروحان احتمال افزایش شمار قربانیان این انفجارها وجود دارد. در الانبار هم که میدونید چه خبره، فلوجه در حصار در حال جنگ و نیروهای ارتشی که حالا به عنوان ارتش مالکی ازش یاد میشه مرتب میگویند که از داعش کشتند و از کشته پشته ساختند، اما این داعش همچنان ادامه دارد. چون یادتون باشه این داعش بندنافش به نوعی به رژیم سوریه هم وصله و در سوریه هر جا رژیم سوریه میخواهد جنایاتی رو نشون بده که خود رو توجیه کنه، انگشت به سوی داعش میکشه. داعش کیست؟ از گوش و کنار پیداست که شماری از افراد نیروهای ویژه سوریه در داعش عضویت دارند. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به همتای فرانسوی خود گفته است سفر مدیران شرکت‌های بازرگانی فرانسوی به ایران مفید نیست و این تصور نادرست را موجب می‌شود که غرب می‌تواند مطابق معمول با ایران داد و ستد کند. به گزارش رویترز یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت جان کری مستقیما با لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه تماس گرفت و نامفید بودن سفر بازرگانان به ایران را یادآور شد. پیشتر در روز سه‌شنبه وندی شرمن معاون وزارت امور خارجه آمریکا در جلسه کمیته مناسبات خارجه سنا گفت تهران برای بازرگانی باز نیست، زیرا تسهیل تحریم‌های ما کاملا موقت، محدود و هدفمند است. خب فرانسوی ها همیشه این خصلت تجارت پیشگی رو دارن. در گذشته نیز زمانی که رابطه ایران با آمریکا، اروپا با همه جا بد بود، فرانسوی ها رابطه ویژه‌ای داشتند. حتی زمانی که جمهوری اسلامی سر زنده یاد دکتر شاپور بختیار را برید. منابع خبری از ترور یک مقام بلندپایه امنیتی یمنی در جنوب این کشور خبر داد. یمن وضع بسیار آشفته‌ای داره. به گزارش الجزیره یک منبع امنیتی گفته که فادی جبرین فرمانده گردان دوم نیروهای ویژه امنیتی یمن توسط افراد ناشناس در عدن ترور شد. وی افزود که افراد مسلح سوار بر یک خودرو این مقام امنیتی را به گلوله بستند و از محل حادثه گریختند. در شمال یمن هم شمال استان سعده حوثی‌ها در گیرودار با قبایل هاشت هستند. شیخ احمر شیخ قبایل هاشت خانش ویران شد و بسیاری از سران این قبایل نیز در برابر دریافت میلیون‌ها دلار پولی که منبعش جمهوری ولایت فقیه در ایران است تسلیم شدند و راه رو برای حوثی‌ها باز کردند که به سوی پایتخت بیایند. و آقای هادی منصور رئیس جمهوری یمن هم تهدید کرده که اگر حوثی‌ها به پایتخت نزدیک شوند ارتش این کشور وارد کار خواهد شد. ارتشی که علی صالح رئیس جمهوری پیشین آن را پاره پاره کرد. یک بار دیگر آقای احمد جارالله با یک تیتر جنجالی آمد. مدیر روزنامه السیاسة کویت که روزی مداح پادشاه ایران بود، دیگر روز عتبه بوس صدام حسین و سپس سعودی ها را بر سر گذاشت و هر بار جنجالی کرد و چند روز قبل هم با آقای عبدالفتاح سیسی گفتگو کرد. البته بعد از یک بیماری قلبی که در موقع بودنش در بیمارستان شرق و غرب جهان علب به تبریک گویی به او به خاطر عمل موفقش نامه نوشتند و یا از او دیدار کرد. السیاسة طی گزارشی امروز نوشت ژنرال عبدالفتاح سیسی در مصاحبه‌ای با این روزنامه گفته بنا به درخواست مردم کشورش تصمیم گرفته است که نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کند. روزنامه کویتی السیاسة تاکید کرده که تصمیم به شرکت در انتخابات را تنها سیسی به دلیل درخواست‌های مردم اعلام کرده است. این در حالی است که سرهنگ ستاد احمد محمدعلی سخنگوی ارتش مصر گفته است آنچه در روزنامه کویتی در خصوص اعلام نامزدی فرمانده کل نیروهای مسلح مارشال عبدالفتاح سیسی برای انتخابات منتشر شده صحیح نیست و تنها تحلیل و برداشت روزنامه از متن سخنان سیسی بوده است. سخنگوی ارتش مصر افزود اعلام نامزدی ژنرال سیسی یک تصمیم شخصی است و چنانچه مردم مصر از وی بخواهند او با صراحت و به طور مستقیم ملت مصر را در جریان تصمیم گیری خود قرار خواهد داد. امروز شماری از روزنامه‌نگاران و کارشناسان مصری که باشون مصاحبه می‌کردن العربیه، الجزیره و دیگران میگفتن به طور قطع سیسی اگر بخواهد نامزدی خود را اعلام بکنه به یک روزنامه مصری خواهد بود، نه یک روزنامه کویتی. اما تردیدی نیست احمد جارالله با اون روش و سیستمی که کار میکنه اومده سیسی رو دیده و به اصطلاح خارج از چارچوب گفتگوی رسمی پرسیده بالاخره ژنرال می، اونم گفته اگه مردم بخوان و مردم هم مثل این که میخوان و ایشون هم تعبیر و تفسیر کرد. حالا بریم به قم. آقای محمد تقی مصباح یزدی معرف حضورتون کاملا هست. داستان آهنگر خرم آبادی رو هم به یاد میآورید و تهدیدی که مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی کردن این آقا رو که میدهند او را وارونه بر سوار خر کنند و در قم بگردانند. مصباح یزدی حالا رئیس مؤسسه آموزشی امام خمینی است با سالی 17 میلیارد تومان درآمد. ایشون بدون اینکه به نام حسن روحانی اشاره کنه روحانی رو دروغگو، بلا و قسی‌القلب معرفی کرد. البته بلا از واژگانی است که آقای مصباح یزدی عادتاً در حوزش به کار میبره. به محض اینکه جوانی خوبرو رو میبینه واژه بلا رو خطاب با او بر زبان میآورد. به گزارش رسانه آقای مصباح یزدی شامگاه چهارشنبه طی سخنانی در قم این مواضع تند را در واکنش به این گفته روحانی که منتقدان تفاهم نامه ژنو بی ثبات هستند اتخاذ کرده است. مرحوم آیت الله کاشانی هم هر کی رو خطاب میکرد حتی به مهر میگفت بی ثبات و روی ته تاکید میکرد. گزارشی داریم در این زمینه که ملاحظه می‌فرمایید. حسن روحانی در هفته جاری در جمع گروهی از دانشگاهیان منتقدان تفاهمنامه ژنو را تعدادی معدود و بیسواد معرفی کرده که از جایی خاص حمایت می‌شوند. این اظهارات رئیس جمهوری ایران با واکنش گروهی از محافظه‌کاران تندرو از جمله اعضای جبهه پایداری که زیر نظر مصباح یزدی اداره می‌شود مواجه شده است. آیت الله مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی چهارشنبه 16 بهمن ماه در حسینیه امام خمینی قم در واکنش به این سخنان حسن روحانی گفته اینها میگویند انتقاد را دوست داریم اما دروغ میگویند، طاقت یک جمله را ندارند. به در بخش دیگری از سخنان خود روحانی را فردی قسی‌القلب معرفی کرده و افزوده چنین افرادی میگویند شما را چه کار به این کارها، شما را چه به اقتصاد و سیاست بی سوادها. این عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود گفته است علما مردم را نصیحت می کنند که این رفاهی که دولتی ها به شما وعده می دهند دروغ است و به آن نخواهید رسید. وی همچنین خطاب به مقام های دولت 11 گفته علما و بزرگان که وارث انبیا هستند، خانواده های شهدا شما را نصیحت می کنند که فریب آمریکا را نخورید. دنبال راحتی خیالی نروید، اگر هم به راحتی برسید به چه قیمتی؟ عزت مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را که در طول این 3 دهه ریخته شده به باد میدهید تا اینکه چند روزی چند دلاری که از پولهای خودتان است را به شما بازگردانند. زهی خیال باطل. مصباح یزدی گفته است در طول تاریخ همواره روحانیون را به بیسوادی، کمفهمی و کجفهمی متهم می‌کردند. شاه هم میگفت این آخوندها یک دمکنی روی سرشان گذاشتند و نمیفهمند سیاست یعنی چه و ما چه دنیایی داریم. خیلی جالبه این حضرات اهالی منبر و ارباب عمائم و صاحبان قبا وقتی به جان هم میافتند وحشتناکه. من براتون بگم مواردی داریم در حوزه که یک مرجع برای از بین بردن مرجع دیگر ماده استریکنین در چای او ریخته و بخت اون مرجع بیدار بود که حالا اون چای به زمین ریخت و میگویند گربه‌ای که آن مرجع داشت لب به آن چای زد، خیس بود و بلافاصله مرد. و از اینجا فهمیدن برای گرفتن اون تشکچه مرجع اعلا چه جنایت ها صورت گرفته. شما در جریان انقلاب یادتون هست مردی چون مرحوم آیت الله العظمی شریعت مداری چه با او کردن. مرحوم آیت الله گلپایگانی بعد از درگذشته شریعت مداری خواست مراسمی برای او برگزار کند. همان شب نوه او را گرفتند و به آقای گلپایگانی از جانب آقای خمینی اخطار کردند. نواده شما لبات کرده و اگر شما این مجلس را برپا کنید او را محکوم و از بالای کوه به زمین خواهیم انداخت. بیچاره گلپایگانی ناچار شد که مجلس ختم دوست 70 ساله‌اش را تعطیل کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت پنجشنبه 17 بهمن ماه گفته علاوه بر سرمازدگی خطر افزایش عفونت‌های ویروسی تنفسی در استان‌های درگیر برف شدید به دلیل قطع گاز و تشدید سرما وجود دارد. این در حالی است که مسئولین دولتی من جمله حمید چیچیان وزیر نیرو در جلسه ستاد بحران که پنجشنبه 17 بهمن ماه در گیلان برگزار شد گفته است که بحران ناشی از بارش بی سابقه برف در استان‌های شمالی ایران را کنترل کردند. به رغم مشابه بودن شرایط در استان‌های گیلان و مازندران، در گیلان به خاطر مدیریت خوب صورت گرفته مردم کمتر شاهد رنج بودند. البته این سخنان آقای چیچیان است. آنان که منکرند بگو پشت رو کنند. فرزاد ایوبی در گفتگویی با سایت دولتی آلمان از مشکلات خود و انگیزه خروج از ایران و نیز علل درخواست پناهندگی به آلمان پرده برداشت داشته است. دویچه وله میگوید ایوبی عدم انتخابش در تیم ملی به عنوان نفر اول وزن خود را علت اصلی این امر بیان کرد. به گفت احساس میکنم که در آلمان بیشتر میتوانم پیشرفت کنم. قصد دارم در عرصه مربیگری در جودوی آلمان فعالیت کنم و تجربیات خودم را در اختیار جوانان اینجا قرار دهم. وی در سال 2012 عنوان قهرمانی جو جیتسون ایران در وزن 85 کیلوگرم را کسب کرد. ایوبی در عرصه ورزش جودو نیز فعال بود و موفقیت‌هایی به دست آورد، از جمله قهرمانی جودو ایران در وزن‌های 81 و 66 کیلوگرم. حضور خیلی 20 کیلو بالا رفته، نزدیک 20 کیلو. حضور در اردوی تیم‌های ملی جودو و جوجیتسو ایران در میان سال‌های 2001 و 2013 نیز در کارنامه او ثبت است. پیش از این نیز محسن غفار قهرمان جودوی ایران به این کشور تقاضای پناهندگی کرد. پناهنده شدن ورزشکاران یه چیز تازه نیست. در دوران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای پشت پرده یا اقمار اتحاد شوروی هر از گاه ورزشکاری، آنم ورزشکاری که نامدار بود، به غرب پناهنده میشد. تیم‌های ورزشی شوروی و کشورهای متحدش همیشه به تعداد ورزشکاران مأمور KGB و امنیتی داشتن که اینا باید مراقب بودن این ورزشکار به جایی فرار نکنه. در المپیک مونیخ، در المپیک‌های بعدی، در مسابقات جهانی همیشه یکی دو ورزشکار می‌گریختن. ترکیه و بلغارستان هم وضع ویژه‌ای داشتن. قهرمانانی که در بلغارستان بودن بیشتر در کشتی و وزنه‌برداری، اغلب بعد از اسمشون هم یه اوف داشتن، سمدوف، قفاروف، که بعدا این اوفا یعنی قبلا زاده بودن به اوف تبدیل شدند و بعد از اوف دوباره به زاده، حداقل در تاجیکستان که چنین بود. باری قهرمانان مسلمان بلغاری اگر فرصت پیدا میکردن به ترکیه پناهنده میشد و بسیار بلغارها از این مسئله ناراحت بودن و اگر موفق میشدن جلوی رفتن ورزشکاری رو بگیرن با او رفتار بسیار سنگینی داشتن. به هر حال داستان در جمهوری اسلامی داره تکرار میشه. فرار قایقرانان ما، قهرمانان واترپلو ما، شناگران ما، دوندگان ما، کشتیگیران ما، جودوکارهای ما، همه و همه نشانه آن است که در جمهوری ولایت فقیه آنچه هست ظاهر فقط برای چند نفری مفید است و اسباب نفع بردن. گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر چهارشنبه 16 بهمن ماه گفتند که ماموران وزارت اطلاعات شهر مرن اقدام به بازرسی منزل حبیبه مددزاده، خواهر دو زندانی سیاسی تازه آزاد شده، نمودند. ماموران پس از تفتیش کامل منزل اقدام به ضبط کیس کامپیوتر، دفتر یادداشت و عکس یکی از افراد در گذشته این خانواده شده و به حبیبه مددزاده و همسرش اسقر معرفتی به صورت شفاهی ابلاغ کردند که باید صبح پنجشنبه 17 بهمن در دفتر اداره وزارت اطلاعات مرن حاضر باشند. یک منبع مطلع که نخواسته نامش فاش شود به گزارش هرانا گفته مامورین به حبیبه گفتند چرا هنگام آزادی خواهر و برادرت به استقبال ایشان رفتی؟ گفتنی است حبیبه مددزاده و اسقر معرفتی صبح روز جاری به اداره اطلاعات مرن مراجعه کردند و تاکنون از ایشان خبری به دست نیامده است. حبیبه خواهر شبنم و فرزاد مددزاده دو زندانی سیاسی است که طی هفته‌های اخیر پس از 5 سال از زندان آزاد شدند. آقای خامنه‌ای باز هم تبریک به شما که کشور رو تبدیل به یک زندان بزرگ کردید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی میگوید در حالی که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه 14 بهمن در کنفرانس خبری خود گفته بود بازداشت 28 کارگر معدن چادر میلوی یزد قانونی نیست و اعتراضات آنها را خلاف نظم عمومی و امنیت ملی دانست، آقای دکتر قاسم شعله سعدی حقوقدان نماینده پیشین مجلس با انتقاد از سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که ماده‌ای در قانون اساسی و قانون کار دولت ایران وجود ندارد که طبق آن اعتراضات کارگری اقدامی خلاف نظم عمومی و امنیت ملی خوانده شود. بیش از 3000 کارگر معدن چادر میلوی یزد از روز 8 بهمن ماه در اعتراض به رعایت نشدن حقوق صنفیشان دست به اعتصاب زدند که یک روز پس از آن در تاریخ 9 بهمن ماه 20 نفر آنها احضار و بازداشت شدند و در روزهای بعد 8 نفر دیگر از این کارگران نیز دستگیر شدند. آقای فتح الله حسینی نماینده مردم قصر شیرین و سر پل ذهاب و گیلان غرب در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از بازداشت 35 راننده ایرانی در اقلیم کردستان عراق خبر داد و گفت این رانندگان از 1 ماه پیش توسط ماموران اقلیم بازداشت شده. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد به وزیر امور خارجه و کشور تذکر می‌دهیم هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکل این رانندگان ایرانی که به منظور تزریق کالا به عراق سفر کردن اقدام کنند. حسینی همچنین خاطر نشان کرد که از مسئولین امنیتی نیز درخواست داریم نسبت به رفع مشکل این رانندگان ایرانی اقدام کنند. بله، در کشور جمهوری ولایت فقیه طبیعی است انسان ایرانی اعتبار و ارزشش رو از دست داده. روزگاری نه چندان دور، شما نسل جوان شاید یادتون نیاد ولی همسن و سالهای من و پیرترها به یاد دارن، گذرنامه ایرانی جز معتبرترین گذرنامه های جهان بود. برای سفر به دهها کشور نیاز به ویزا نداشتید، از جمله بریتانیا، فرانسه، اغلب کشورهای اروپایی. فقط یه اتریش بود که در کشورهای غرب اروپا باید ویزا میگرفتید، اونم به راحتی صادر میشد و کشورهای اروپای شرقی حتی کمونیستا راحت ویزا میدادن. برای امریکا هم خیلی راحت بود، معمولا ویزاهای 4 ساله. و ایرانی اعتبار داشت، اگر در خارج مشکلی برای یک ایرانی پیش می اومد کنسولهای ایران بلافاصله حاضر بودن و اقدام میکردن. حالا میبینیم در امارات 3 ایرانی دستگیر میشن در ارتباط با ربودن یک هموطن ایرانی، یعنی آقای عباس یزدانپناه. و یکی از این آقای حسینی در زندان میمیرد. بنده معتقدم او را وزارت اطلاعات ایران میراند از طریق عواملشان در زندان و اصلا کنسولگری جمهوری اسلامی خواب است، چون مطابق وظایف جدیدی که ولی فقیه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاهش به کنسولگری ها محول کرده، کار اونا جاسوسی و صید ایرانیان است. در عراق کنسولگری های ایران از طرف مردم لانه جاسوسی خطاب میشه. محمود باقبانی که کنسول ایران در بصره بود یکی از سران سپاه بود و در مدتی که در بصره بود فریاد مردم از او به آسمان بود و این رو در خیلی از جاهای دیگه جهان هم میبینیم. بسیار بار شده که افرادی به عنوان کنسول به کشوری رفتن بعد او رو بیرونش کردن به خاطر اینکه بعد فهمیدن ایشون کنسول نیست، مشغول کار دیگری است و چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکنه، یعنی کار تروریستی، یعنی کار پولشویی، یعنی کار جاسوسی علیه ایرانیانی که در اون کشورن. همین چندی قبل بود که پلیس فیلیپین ریخت به منزل یک دیپلمات جمهوری اسلام در یک مجتمع بزرگ مسکونی. برای چی؟ برای اینکه شک کرده بودن آقای دیپلمات در پولشویی دست دارد و احتمالاً بعضی از این پولها راهی میندانائو می شود، آنجا که چریک‌های مسلمان فیلیپین می جنگند تا اقلیم خود مختار برپا کنند. هر جا پرچم اسلام ناب بالا بره جمهوری ولایت فقیه حاضره، برای اینکه اسلام وقتی تبدیل به دکان شد جمهوری اسلامی پر رونق‌ترین آن را برپا کرد. در رابطه با فعالیت‌های سفارتخانه‌های رژیم جمهوری اسلامی در خارج این نکته را باید اضافه بکنم. اخیراً بعد از سفر آقای محمد جواد ظریف به عمان پایتخت اردن، دو کشور توافق کردند که سفیر رد و بدل کنند. آقای ناصر جوده وزیر خارجه اردن گفت که ما به زودی با ایران سفیر مبادله میکنیم. مغرب هم که شنیدید در آغاز اخبار، مغربی ها مدت ها فریادشون از جمهوری اسلامی بالا بود. پادشاه مغرب میگفت من خودم بنی فاطمه‌ام، شما لازم نیست به من درس بدید. ولی عوامل جمهوری اسلامی به خصوص از جانب سازمان تبلیغات اسلامی رفته بودند و در مغرب تبلیغ مذهب شیعه ولایتی رو میکردن و مغربی ها بالاخره به سطوح آمدن، سفارت رو بستن و عطای نظام جمهوری اسلامی رو به لقایش بخشیدن. در موارد دیگه اما با این مسئله روبرو بودیم. کانادا روابط رو قطع کرده و به هیچ وجه کانادا حاضر به برگشت نیست، حاضر به تجدید نظر نیست و حتی وقتی آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی گفتگو کردند و نوعی آرامش در روابط دو کشور مشاهده شد، کانادا گفت که از سیاست خودش دست بر نمی دارد و همچنان درها به روی جمهوری ولایت فقیه بسته خواهد. این در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی است که برای بازپسگیری رئیس بانک ملی فرار کرده به کانادا، این دولت کاناداست که اقداماتش رو سد کرده. چنین نیست و چنین نیز نخواهد بود. جمهوری اسلامی سرانجام باید بپذیرد اگر قصد آن دارد که در میان کشورهای جهان حضور داشته باشد، مسئولیت پذیری اولین اقدام است و اینکه قوانین بین‌المللی را رعایت کند. همه شما را به پروردگار بزرگ می سپارم و دعوتتون می کنم به برنامه بررسی مطبوعات توجه کنید. بدرود.